دوستان سلام علیکم. خیلی تعداد بازدید پایین ها. خب سلام علیکم. آخیش حال شما؟ خب خودم لایو خودم رو نمیتونم ببینم، یه لحظه به من اجازه بدید. از طرفی چون کامنت ها بسته هستش، اوکی. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. این آهنگ هم فکر نکنم دیگه نیاز داشته باشیم. صدا آهنگ زیاده؟ آره؟ صدا آهنگ کن زیاده. الان چی؟ آقا میگن بهتر شده. خیلی خب، این اولین لایو تصویری ما هستش. سلام خدمت همه دوستان عزیز. ما یه عالمه ویدیو ساختیم برای دوره ویندوز 10، دوره پای گیم، همش تصویری هستش. سین ببینین به این شکل هستش. گفتم حالا چون اینجا یه مقدار اتاق ما سرد هستش، توی یکی از ویدیوها هم توضیح دادم این اتاق چون بغل شوفاژ هستش، به قول ما شوفاژ رو نمیتونیم روشن بکنیم، یعنی اتاق بغل شوفاژ نیست. آقا استرس گرفتم، یه دقیقه صبر کنید. میز کامپیوتر ما بغل شوفاژه، شوفاژ رو نمیتونیم روشن بکنیم چون دچار مشکل میشیم و از اینجور صحبت ها. بر همین اتاقی که توش هستیم خیلی سرده. خب 273 تا کمه، ولی خب اشکال نداره، بریم جلو. میخوام لایف طولانی نشه، لایف سیو میشه ولی توی اینستاگرام گذاشته نمیشه و میذاریمش توی یوتیوب. یه کوچولو ادیتش میکنیم، مثلا اوایلش که الکی بودش رو کات میکنیم و از اونجایی که به قول معروف واقعا استارت میشه، ویدیو رو اوکیش میکنیم و میذاریم توی یوتیوب که اگه هر کی به لایو نرسید بتونه بره و توی یوتیوب ببینه. نمیخوام لایو خیلی طولانی بشه، خستتون نمیخوام بکنم. من یه سری صحبت ها دارم، چندین و چند ساله که داریم آموزش میسازیم ولی تصویر من داخلش، یعنی تصویر من توی ویدیوها نبوده. حالا در مورد اونها میخوام صحبت بکنم، کالی لینوکس و خیلی از سوالات دیگه‌ای که سالهای سال هستش که جواب بهش ندادم. و بعدش هم یه سری سوال شخصی هستش که شما پرسیدین، اونها رو بعداً آخر سر میریم سراغ این که چیکار کنیم چیکار نکنیم. خب چرا تو الان تصویرت نبوده؟ تصویرم علت این که نبوده دو دلیل داشته. یکی این که به اون پختگی که بعد میرسیدم نرسیده بودم، البته این دلیل اصلی نیست، یعنی دلیل اصلیش اینه که اصلا امکاناتش رو نداشتم. یعنی اتاقی که توش قبلا ضبط میکردیم اصلا امکان تصویر برداری و دوربین و وبکم و این چیزا اصلا نداشت، برای همین ویدیوها تصویری نبود. البته چندین دلیل هم که داره الان دارم صحبت میکنم یادم داره میاد که چه دلیل هایی داشته. دلیل بعدیش اینه که ادیت کردن ویدیوهایی که تصویری نیست خیلی راحت تره. خدایش هم نیاز به کانفیگ خیلی پایین‌تر توی سیستم نیاز دارید، یعنی با کامپیوتر خیلی راحت میتونید، یعنی کامپیوتر که خیلی ضعیف باشه هم میتونید راحت ادیت بکنید، ولی وقتی تصویر شما میاد یه مقدار قضیه فرق میکنه. بعد صدا و تصویر هماهنگ باشه، باید کارت کپچر بخری، یه عالمه کار دیگه باید انجام بدی. سر همین موضوع ما قید تصویری رو زدیم، یه کوچولو به ضررمون تموم شد، حالا بعداً میگم چرا، ولی خدا رو شکر حالا تصویریه. ولی دلایل دیگه‌اش این بود که میگم به پختگی نرسیده بودم، علتش اینه که یه شخصی هستش توی یوتیوب، فکر کنم اگه اهل تکنولوژی موبایل کامپیوتر اینجوری باشید بعد بشناسیدش، MKBHD.
که حالا به اسمش مارکز هستش، توی یوتیوب یه آدم سیاه پوستیه، 100% دیدینش، حتی توی یوتیوب هم نداشت باشین، توی اینستاگرام دیدید. این آقا ویدیوهای 10-12 سال پیشش رو الان که به پختگی کامل رسیده، خیلی چهره خوبی داره، نمیدونم وضع مالی خیلی خوبی داره، الان به اون شهرت خیلی خوب رسیده، یوتیوب داره به قول معروف با الگوریتم هایی که داره اون ویدیویی که مربوط به 10-12 سال پیش این بنده خدا هستش رو هی داره ترندش میکنه، میارتش بالا. و حالا برید دوتا ویدیو رو با هم مقایسه بکنیم، ببینید چه وضعیت عجیب غریبی بوده. مثلا یه بچه خیلی کوچولو داره مثلا در مورد نرم افزار و سخت افزار اینجا صحبت میکنه و الانش رو نگاه میکنه، ببینید چقدر این آدم حرفه‌ای و پخته شده. سر همین موضوع من دیگه به قول معروف گفتم که قیدشو بزنیم. حالا الان هم نمیگم به پختگی کامل رسیدم، ولی حداقلش سطحی هستش که آقا قیافه تغییر نمیکنه، اون بچه نیستیم که بعدم بزرگ شیم ریش دراریم و فلان بشه بیسار بشه دیگه، هرچی باشه همینه. بعد دلیل این که حالا مثلا ممکنه بگن نه تو میترسیدی، نمیدونم میگین مثلا فلانی در مورد قضاوت بکنه، زشتی خوشگلی فلان و بیسار، اولا که قیافه خب دست خود من که نبوده، که من که بالا مثلا انتخاب نکردم، خب میخوایم بریم زمین اگه بشه من این قیافه خوشگله رو برمیدارم دیگه، دست من نبوده، که هر چی که هست همینه، زشت خوشگل و هر چی که هست همین. و چیزی دیگه که هستش اینه که اصلا برای کسی مهم نیستش، یعنی با خودم به این منطق رسیدم که واسه هیچ احدی مهم نیستش که تو خوشگلی، زشتی، چاقی، لاغری، سیاهی، بنفشی، اصلا واسه کسی مهم نیستش، که همه اومدن ویدیو تو ببینن برن، حالا نهایتش یه لایکی هم بزنن، یه قلبی هم بزنن، کامنت بزنن برن، اصلا واسهش مهم نیست تو کچل بکن، تو موات بلند باشی، دنبه اسبی بزن، فلان بکن، بی سابقه، اصلا واسه کسی مهم نیستش. وقتی به این درک رسیدم دیگه گفتم خب وقتشه که ویدیوها تصویری باشه. و از طرفی هم یه مقداری دیر شروع کردیم و این باعث ضرر شد. چرا؟ یه بچه 7 ساله الان توی اینستاگرام ویدیوهای تصویری داره، یه بچه 10 ساله ویدیوهای تصویری. نمیگم کار زشتی هستش یا مثلا چرا دارن این کارو میکنن، میگم که من دیر شروع کردم، منظور من اینه. یه وقت بعد برداشت نشه، چون الان هستن توی پیج خودمون خیلی هستن که این کارو انجام دارن میدن و باریکلا بهشون میگم من دیر شروع کردم، من هم باید زودتر از اینو شروع میکردم، که گفتم شرایطش نبود و فلان بیسار دیگه زیاد کشش نمیدم. پس این از این که چرا تصویرت نبود. ویدیوهای ویندوز و پای گیم هفتگی میان، هر هفته، حالا شنبه یک شنبه مشخص نیستش، هر هفته ما ویدیو داریم توی یوتیوب آپارات گذاشته میشه. بعضی از این ویدیوها پشت صحنه دارن، حتما ویدیو رو سعی کنید تا آخر ببینید، خیلی ممنون میشم ازتون. اما اینکه چرا دیر به دیر ویدیو میذارید، ببینید دوستان، جدایی از کاری که من دارم الان برای مثلا آپارات و یوتیوب فیلم میسازم، کارهای دیگه هم دارم توی زندگیم و باید به اون کارام برسم. از طرفی من میام یه دوره رو ضبط میکنم، مثل همین ویندوز، مثل مثلا برنامه‌نویسی، پای گیم و یه سری ویدیوهای دیگه که حالا سورپرایز هستش و بعداً خودتون میبینید. میام این ویدیوها رو هفتگی منتشر میکنم که هم ویدیوی، یعنی هم به سوشال مدیام رسیده باشم، هم به شبکه‌های اجتماعیم رسیده باشم، هم این که به بقیه کارهام. حالا بقیه کارام چیه؟ آقا ما الان دو تا پکیج رو می‌خوایم شروع بکنیم. یه سری مسائل توی، یعنی یه سری اتفاقات توی زندگیم رخ داد که پکیج دارت و فلاتر اینقدر با تأخیر اومد. باید مهر میومد، ولی متأسفانه به خاطر حالا مشکلاتی که توی زندگی هر کسی هست، هر کسی یه جور به هر حال مشکل رو تجربه می‌کنه و حلش می‌کنه. حالا ما نشد و هنوز که هنوزم داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم. الان به فرض مثال برای قسمت اندروید مثلا فلاتر واقعا نیاز به یه مکبوک دارم، که الان حالا هزار جور بدبختی داریم یه کاری میکنیم روی ماشین مجازی تا حد خوبی قابل قبولی اجرا بشه که بتونم کارم رو، یعنی پکیج رو به یه نتیجه خوبی برسونم، که اگه کسی داره پکیج رو تهیه میکنه هم بتونه با اندروید کار بکنه، هم بتونه با مک کار بکنه، با اینکه مک الان به شدت داره سختگیری میکنه برای کاربر ایرانی. حالا ان شاء الله شرایط خوب بشه و این سختگیری هم تموم بشه، ولی با این حال دنبال خیلی کارها هستم. برای همین سعی میکنم هم سوشیال مدیا رو داشته باشم که یوتیوب آپارات هر هفته به روز باشه، ویدیوها بیاد، و هم قسمت پکیج ها رو داریم، آپدیت پکیج ها، ساخت پکیج ها، نمیدونم ساخت اصلا همین ویدیوهای آپارات و یوتیوب دیگه، مثلا سری های آموزشی جدید دیگه که خیلی خودش کار میبره، واقعا کار میبره. برای همین سعی میکنم هر هفته یه ویدیو داشته باشیم و
ویدیوی خوبی هم هست. حالا خیلی‌ها میگن که چرا تایم ویدیوها زیاده؟ آقا تایم ویدیو زیاده به خاطر اینکه هر هفته داره میاد. ما پکیج پایتون رو داریم، هر ویدیو 10 دقیقه است. شاید خیلی کمتر، 5 دقیقه، 8 دقیقه. خب اینجا علتش چیه که این ویدیوها 10 دقیقه است ولی ویدیوهایی که توی آپارات می‌ذاری 15 دقیقه است؟ من فکر می‌کنم صدای آهنگ یه کوچولو زیاد بشه. چرا ویدیوهایی که توی آپارات می‌ذاری 10 دقیقه است؟ بیشتر از 10 دقیقه است، 15 دقیقه، 20 دقیقه. خب ببینیم هر هفته داره این ویدیو میاد. توی هر هفته ما بگیم مثلا شما یه ویدیو 20 دقیقه‌ای نبینید که دیگه گناه کبیره است دیگه. هرچند ویدیوهایی که برای پای گیم درست کردم تمام سعیم شده بعضی از ویدیوها زیر 10 دقیقه باشه، ولی دیگه ویدیوهای آخر برای اینکه بتونم دوره رو جمع بکنم تا 20 دقیقه هم رفته. ولی با اینها خیلی دوره جذابی شده. توصیه میکنم حتما ویدیوها رو تا آخر ببینید. با این حال ویدیوهای داخل پکیج به جز سوپر لینوکس زیر 10 دقیقه است، به خاطر اینکه شما یهو یه پکیج رو تهیه کردید، یهو یه پکیج مثلا 140 ویدیویی در اختیار شما قرار میگیره و خب این 140 ویدیو رو شما علاقه دارید به دیدنش، میخواین تون تون شروع کنید به دیدن ویدیوها. خب میگم آقا ویدیوها 10 دقیقه 10 دقیقه باشه، ولی این ویدیوهایی که تو یوتیوب هست شما هر هفته داریم میذاریم. باز ممکنه یه نفر مثلا همین امروز با ما آشنا شده باشه و میره یوتیوب نگاه میکنه میبینه ای چقدر ویدیو، نگاه میکنه میبینه 15 دقیقه یه ویدیو، 20 دقیقه یه ویدیو. تمام تو به خصوص تو این دوره جدید پایگیمی که ساختم تمام صحبت‌های اضافه رو حذف کردم. خالص هر چی درس دادیم خالصه، به غیر از مثلا شاید بگم 30 ثانیه‌اش که گفتم بیاین مثلا معرفی کردم پکیج‌های سایتمون رو، چون راه تبلیغاتی خودمون هستیم. فعلا هزینه این که 2 میلیون 3 میلیون بدیم یه نفر برامون تبلیغ بکنه رو نداریم. در نتیجه ویدیوهایی که توی آپارات یوتیوب هستش خودمون تبلیغ خودمون رو کردیم. امیدوارم که دیگه این اجازه رو داشته باشیم. خب چرا پکیج کالینوکس هست شد؟ پکیج کالینوکس هست شد، الان بهتون میگم کی هم دقیقا هست شد. یه اطلاعی که نمیگن، دادنامه بهش میگن، یه اسم خاصی داره الان یادم رفتش. یه دادنامه‌ای بود، یه چیزی بود اومد واسه ما. البته بگم اینو، اول حسابای بانکیم بسته شد، بعد رفتیم پیگیر شدیم که چرا بسته شده، فهمیدیم که خب از ما شکایت شده بابت پکیج کالینوکسی که داشتیم میفروختیم، که هرچند الان توی پکیج، الان توی سایت های مختلف میرید نگاه میکنید میبینید انواع و اقسام روش های هک و فلان و بیسار توسط انواع سایت های مختلف داره آموزش داده میشه. حالا ما کاری به اون رو نداریم. بحث ما چیز دیگه ای هستش. بحث اینه که ما قبل از دقیقا بگم شاید 20 روز یا کمتر 10 روز مونده بود به سربازی، رفتیم پیگیر شدیم، دیدیم که آره ما مشکل داریم و به اون معروف باید یا بریم حبسشو بکشیم یا باید 2 میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت بکنیم. خب دیگه آدم 10 روز قبل از سربازیش که نمیاد بره حبس بکشه، از طرفی خب واسه سابقه هم ثبت میشه. البته خیلی از شیوه هایی که تو اون پکیج یاد داده شده بود الان دیگه هیچ کدومش کاربردی نیست. یعنی الان از پکیجو همین الان مجانی هم بهتون بدم هیچ کدومش کاربردی نیست، به غیر از یه صحبت تئوری هستش که مثلا میگه هکتیویست چیه و نمیدونم هک چیه و سی ای چیه و از اینجور مسائل. اونا رو مثلا ممکنه یه ذره کاربردی باشه، ولی تمام مسائلی که تو اون، یعنی چیز کار قسمت عملیش در اصل بگم، هیچ کدوم اینا کاربردی نیست. دنبالش نرید. این پکیج به جای اینکه سود داشته باشه ضرر هم داره. سراغ این جور پکیج ها نرید. پکیج بقیه سایت هم که نگاه میکنید علنا هیچی بهتون یاد نمیدن. نصب کالی لینوکس در کنار نمیدونم ویندوز، در کنار یخچال، در کنار گاز، از این جور چیزا دارن بهتون یاد میدن. اسمش هم گذاشتم پکیج هک و مثلا 400 500 تومان هم دارن میفروشن. خلاصه حالا اینکه حالا خیلی سوال پرسیدن آقا برنامه برای ساختنش داری یا نه، برنامه داریم، ولی اینکه پکیج بشه یا مثلا تک آموزش تو یوتیوب و آپارات قرار بگیره هیچی مشخص نیست. خیلی احساسم بهم میگه که به صورت تک آموزش تو آپارات و یوتیوب کاملا رایگان در اختیارتون قرار بگیره و یه استق کوچیکی هم دارم که ممکنه که به صورت پکیج ساخته بشه و در اختیارتون قرار بگیره. حالا اینکه به چه شکلی هستش خواهش میکنم سوال نپرسید، چون اصلا نمیدونم به چه شکلی هست. یعنی یه چیزیه که کاملا در آینده قرار رخ بده و اینکه به چه شکلی هستش مشخص نیستش. این از پکیج کالینوکس. آیا پولی هستش پولی نیستش هم که گفتم بهتون. اینکه حالا پکیج بشه، حالا قبلی ها ممکنه آقا یه نفر بیاد بگه من 5 سال پیش پکیج ازت گرفتم، آیا پولی هست پولی نیست؟ هیچ کدومش مشخص نیستش. ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی قرار بیفته. چرا فعالیت توی شبکه‌های اجتماعی کمه؟ فعالیتم کمه به خاطر اینکه واقعا وقت نمی‌کنم و علاقه‌ای هم همچین بگینگی ندارم به شبکه‌های اجتماعی. من توییتر ساختم ولی اصلا فعالیت ندارم و واقعا وقت نمی‌کنم. یعنی همین
پیج ناوقام دو تا استوری نهایت بتونم واسهتون بذارم و خودتون دیدید دیگه، اگه پیج زیر نظر داشته باشید دیدید که من فعالیتم واقعا توی شبکه‌های اجتماعی کمه. کاریشم نمیشه کرد، خیلی مشغله کنم، یعنی الان فکر ساخت پکیج جدید، آپدیت پکیج، ساخت دوره‌های جدید برای آپارات یوتیوب، اینقدر فکر زیاده که اصلا وقت نمیشه که من اصلا فعالیت بکنم، بیام توی توییتر یه چیزی بنویسم بگم آره من الان دارم این کارو انجام میدم. نهایتش خیلی کار بخوام انجام بدم تو همون اینستاگرام استوری واسهتون بذارم که بگم آقا ما داریم فلان کارو انجام میدیم. این از این. رشته دانشگاهیت، رشته دانشگاهی خودم، البته فکر می‌کنم توی سوال شخصی هم هزاران نفر این سوالو پرسیده باشن. با این حال رشته دانشگاهی خود من فناوری اطلاعات بوده، آی تی بوده، رشته من آی تی بوده و خیلی ها میان سوال میپرسن از من که آقا من الان چه رشته‌ای برم، من الان میخوام هکر بشم، من میخوام برنامه‌نویس بشم، میخوام طراح وبسایت بشم، چه رشته‌ای تو دانشگاه انتخاب بکنم؟ به هیچ وجه هیچ ربطی به اینا به هم دیگه نداره دوستان من. آقا شما میتونی یه پرستار باشی ولی استاد طراحی سایت باشی، شما میتونی قالی بافی انجام بدی ولی استاد طراحی سایت باشی، برنامه‌نویس مهاری چیز چیش میگن برنامه‌نویس قهاری باشی، شما میتونید نمیدونم چی بگم دیگه، دکتر باشی، طبیب باشید ولی برنامه‌نویس باشید، هیچ ربطی به رشته دانشگاهیتون نداره. تو دانشگاه هر چی دوست دارید بخونید. ما دبیرستان بودیم، معلم میگفتش که خب آقای معلمی دوست داری که چه رشته‌ای انتخاب بکنی دانشگاه؟ پیش گفتم آقا من واقعا واقعیتش علاقه دارم به کامپیوتر. میگه خب آفرین، تو باید بری در دانشگاه رشته مثلا سخت افزار نرم افزار یا آی تی رو انتخاب بکنی. گفتم بابا آی تی و سخت افزار اینا همشون ریاضی داره، منم آدمی که ریاضی متنفرم. متنفر که نمیشه گفت، ولی خب خوشم نمیاد، کیه که از ریاضی خوشش بیاد؟ با این حال ما رو هدایت کرد که آقا خب چاره نیست، اگه تو میخوای بری توی کامپیوتر فعالیت بکنی رشتت باید این ستا باشه، وگرنه که تمام رشته های مهندسی هم مثلا میگفت عمران بخوای بخونی باید ریاضی بلد باشی، نمیدونم فلان میخوای بخونی، هر رشته ای که توش مهندسی داره اسم مهندسی توش هست ریاضی داره. گفتیم خب اوکی. بعد ما میگفت مثلا رشته ای که میخوای ریاضی توش نباشه میتونی بری مدیریت بخونی. گفتیم آقا مدیریت که، ولی خب مثلا میگفت حالا اینجا رو دقت بکنید، اون مشاور به من میگفتش که بازار کار مدیریت اشباع شده، فلان شده، بیزار شده، ولی الان تو این سنی که من هستم به این نتیجه رسیدم که بازار کار هیچ ربطی به رشته تحصیلی نداره، کاری که علاقه دارید هیچ ربطی به رشته تحصیلیتون نداره. آقا به این دقت نکنید که خب امروز باید برم عمران یا مثلا باید حتما رشته عمران انتخاب بکنم به خاطر اینکه بازار کارش عالیه. نه امیر حسین، تو باید آی تی بخونی، آی تی خیلی بهتر از سخت افزاره. آقا چرا بهتره؟ آی تی بابا بازار کارش عالیه، سخت افزار اصلا بازار کار نداره. آقا تمام این حرفا چرت و پرت محضه، بازار کار چیه؟ شما آی تی برو، خب کار بلد نباشی میخوای کجا میخوای کار بکنی؟ و انتظارم داری که آقا من الان لیسانس آی تی ام، من باید برم بازار کار داشته باشم، من باید برم سر کار. آقا چه کاری وقتی نه برنامه‌نویسی بلدی، نه کوچیکترین کاری با کامپیوتر انجام ندادی، لیسانس آی تی ام هستی، خب که چی؟ کار بلد نیستی. من الان خودم میخوام ببخشید جوگی شدم، من الان خودم میخوام شما رو استخدام بکنم، خب شما میگی من لیسانس آی تی هستم، خب برنامه‌نویسی بلدی عزیزم؟ نه بلد نیستم، تا حالا اصلا کار نکردم، در توی دانشگاهم تقلب کردم. خب آفرین. شبکه بلدی گلم؟ نه بلد نیستم شبکه. خب چی کار بلدی؟ من مدیریت شبکه‌های اجتماعی به عهده داشتم چند سال، پیج‌های زیادی رو بالا آوردم. خب آفرین، خیلی خوبه. بعد میگه من میخوام کار بکنم. آقا مدیریت شبکه‌های اجتماعی رو شما الان بدون مدرک هم میتونید انجام بدید، نیازی به مدرک نداره. حتی اصلا این حرفم اشتباه بود، آقا برنامه‌نویسی هم میتونی بدون مدرک انجام بدی. حرفم این نیست که دانشگاه نرید، دانشگاه برید، ولی رشته تحصیلیتون ربطی به کاری که علاقه دارید نداره. حالا خیلی بهتره که اگر بهتره میگم ربطی نداره، ولی بهتره که آقا اگه به کامپیوتر علاقه داری بری رشته کامپیوتر. چرا؟ چون یه سری درس ها هستش که به صورت عادی شما تو نرمال نمیخونی، به فرض مثال کتاب ساختمان داده رو اگه همین الان بذارن جلوت نمیخونی، ولی تو دانشگاه مجبوری بخونی به خاطر اینکه باید رتبه باید نمره بیاری، باید پاسش بکنی تا مدرک بهت بدن، اونجا مجبوری. خب این درس به دردت میخوره و شما رو مجبور کردن بخونن، ولی خب یه سری درس دیگه هم قاطیش هست، نمیدونم ریاضی هستش، فیزیکی کی هستش، آزمایشگاه فیزیکی هستش، که خب به هر حال اینا شاید تو زندگیتون به کارتون نیاد ولی شیرین هستن، سخت هستن، کاربردی هم شاید زیاد نباشن. با این حال یه سری چیزا هستن باید پاس بشن و خوبن، یه سری چیزا هستن که به کارتون شاید نیان شاید و مجبوری پاسش بکنی. سر همین موضوع
بهتره اگر به کامپیوتر علاقه دارید، اگر میخواین برنامه نویسی لینوکس یا چیزهای دیگر رو برید، به رشته کامپیوتر فکر بکنید. حالا میتونه رشته کامپیوترت، ببین توی رشته ها دیگه انتخاب میکنی هیچ فرقی نمیکنه، حالا میخوای سخت افزار باشی، نمیدونم آی تی باشی، نرم افزار باشی، هر کدومو دوست دارید برید جلو، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اینکه خیلی ها میگن آقا ما اصلا دانشگاه بریم یا نریم، آقا دانشگاه برید، گفتم کتاب ساختمون داده رو بزنن جلوت، به صورت نرمال نمیخونی ولی تو دانشگاه مجبوری بخونی، به خاطر اینکه باید پاس بشی و بعد مدرک رو بعد از پاس شدن بهت میدن. برای همین دانشگاه رفتن خوبه، آقا دانشگاه برید درس بخونید، مدرک تحصیلیتون رو بگیرید، همش خوبه. شاید یه سری چیزها وقتتون رو تلف بکنه ولی چاره‌ای نیست، خوبه. ولی دانشگاه خوبه، با دوستای جدید آشنا میشید، ارتباطات زیادی پیدا میکنید، شاید بین اون دوستا 4 تا آدم اونجا وجود داشته باشه که مسیر زندگی شما رو عوض بکنه، انشالله که تو مسیر خوبی بیفته. حالا یه سری آدم هم هستن که تو مسیر بدی شما رو میبرن، که انشالله جز اون دسته آدم ها نباشید و نرید اون سمتی. در هر صورت کانکشن پیدا میکنید، یه سری اتفاقا واسهتون میفته، شاید اصلا عاشق بشید، کتابتون بیفته رو زمین، یه اتفاقای دیگه به هر حال ممکنه رخ بده. کدوم رشته رو انتخاب کنیم برای هکری؟ آقا ما رشته‌ای برای هکری نداریم، شما هر رشته‌ای دوست دارید انتخاب بکنید، چه تو دبیرستان، چه هنرستان، چه دانشگاه، هر رشته‌ای دوست دارید برید، هیچ ربطی نداره. اگه رشتهتون صنایع دستی هستش هیچ اتفاقی نمیفته، شما آخرش اگه بخوای هکر بشی هکر میشی، پس هیچ اتفاق، هیچ ربطی به رشته دانشگاهی نداره هکر شدن، اشتباه نکنید. هر رشته‌ای دوست دارید برید، ولی چون هکر بودن ربط داره به کامپیوتر، بهتره بازم یه مقداری ارتباط داشته باشن به هم دیگه. الان خیلی از من میپرسن آقا امیرحسین تو الان خیلی کامپیوتر بارته، رشتت آی تی بوده دیگه، خب میگم ربطی به رشته نداره، آقا به خدا تو دانشگاه چیزی به ما، اون چی یعنی اون چیزی که بلدم رو به ما توی دانشگاه یاد ندادن. اگه میبینی من بلدم الان با لینوکس کار بکنم، به خدا توی دانشگاه یاد ندادن. اگه میبینید من الان شبکه بلدم، توی دانشگاه بهم یاد ندادن، یه سری چیزای دیگه یاد دادن تو دانشگاه که حالا نتیجهشو بعدن تو زندگیمون میبینیم و یه جاهای احساس میکنیم. خیلی نامردیه بخوام بگیم که دانشگاه هیچ تأثیری هم تو زندگیمون نداره، ولی با این حال لینوکسی که بلدم، ویندوزی که بلدم تو دانشگاه نبوده. این اشتباه خیلی ها میکنم، میگن خب آقا این امیرحسین الان این همه لینوکس بلده، این همه پایتون بلده، 100% تو دانشگاه رشته آی تی رفته که اینا رو بهش یاد دادن. همچین چیزی نیستش. تو دانشگاه درس های اختصاصی خودتون رو دارید. من یه بارم توی یه ویدیویی هستش که توی یوتیوب آپارات گذاشتم در مورد انتخاب رشته و اینجوری صحبت کردم، برید رشته آی تی می‌خوایم بخونی، بریم بزنین در دروس اختصاصی رشته آی تی در دانشگاه، واسهتون میاره، میگه آقا این درس رو بعد توی مثلا 5 ترم، 6 ترم، 8 ترم، 10 ترم بخونی، پاس کنی، درساتون رو می‌بینید، دوست داشتی میری رشته‌شو، دوست نداشتی نمیری، میری مدیریت می‌خونی، ولی بازم مدیریت خوندی میتونی هکر باشی، میتونی برنامه‌نویس باشی، میتونی طراح سایت باشی، هیچ ارتباطی به هم دیگه اینا ندارن. دبیرستان چی بریم؟ دبیرستان هم هیچ فرقی نمیکنه، هر چیزی دوست دارید برید، ریاضی فیزیک برید، هنرستان برید، تجربه برید، انسانی برید، آقا آخرش مدرک میگیری؟ خب مدرک رو گرفتی، مدرکه به شما گفتم تو دانشگاه به شما برنامه‌نویسی و لینوکس و شبکه یاد نمیدن، شما آخرش یه مدرک آی تی دارید که باید در کنار اون مدرک برید یه جا لینوکس یاد بگیرید، برید یه جا شبکه یاد بگیرید، برید یه جا، اینا مهارت هستش، مهارت‌های عملی شما هستش، اینا رو کسی تو دانشگاه بهتون یاد نمیده. پس آقا دیگه سوال در این مورد نبینم، آقا من دانشگاه چه رشته‌ای برم، الان میخوام ریاضی برم، الان میخوام فیزیک برم، هر چی دوست دارید برید، آخرش برمیگردید بعد کلاس‌های عملی برید، یا مثلا آموزش از نابغه تهیه بکنید، پایتون یاد بگیرید. تو دانشگاه چیزی به اسم پایتون، دروس مهارتی پایتون که مثلا نمیدونم 4 واحد باشه نداریم متاسفانه. برنامه‌نویسی داریم، ممکنه سی او اینجوری چیزا بهتون یاد بدم، ولی خودمونم که یاد دادنش بستگی به استاد داره، نمیشه گفت چون دانشگاه امیرکبیر داریم درس میخونیم بهترین استاد دنیا اونجاست، به خدا به استاده، یه میبینید دانشگاه آزاد داری درس میخونی استادت عالیه، یه میگم دانشگاه امیرکبیر داری درس میخونی استادت بده، دیگه این شانسیه. خب برای هکر شدن بعد چیکار کنیم؟ آقایون محترم، خانم های محترم، برای هکر شدن باید شما شبکه بلد باشید، البته بستگی به مسیر اون هکر شدن هم داره. به فرض مثال شما میخوای مهندس کنم، میخوای امنیت اطلاعات یا چجوری بگم که قشنگ درست باشه، بذارین یه لحظه یه چایی بخورم الان بهتون میگم. خب شما باید بحث چی بود اصلا؟ یادم رفت بهشم چی میگفتم؟
یادم رفت. سوال چی بود اصلا؟ آها، برای هرگز شدم چیکار کنیم؟ یادم، یه چای خوردم یادم رفت. ماهی شدم منم. خب آقا، شما برای اینکه هکر بشید، آها گفتم مسیر رو باید انتخاب بکنید. ببینید، یه سری ها میخوان تو امنیت مثلا گوشی های موبایلی کار بکنن، یه سری ها میگن آقا من کارم تخصص امنیت شبکه رو خیلی بهش علاقه دارم، یه سری دیگه میگن نه من امنیت مثلا سایت رو بهش علاقه دارم. این بعد مشخص بشه آقا تو کدوم حوزه دوست داری فعالیت بکنی. اگه وب اپلیکیشن بود، خب میری سمت وب، تحت وب کار میکنی. و وقتی که میخوای تحت وب کار بکنی، باید چیزهایی که مربوط به وب میشه، دنیای وب میشه رو بلد باشی. چه چیزایی به وب مربوط میشه؟ خب مثلا به فرض مثال زبونهایی که باهاش تحت وب مینویسن چه زبونهای برنامه‌نویسی هستن؟ میتونه پایتون باشه، از جنگو استفاده بشه، میتونه پی اچ پی باشه، میتونه ای اس پی باشه، یعنی سی شارپ، پایتون، پی اچ پی، این زبونها هستن. خب بعد فریم ورک های اینا میاد وارد بازار میشه، لاراول هستش، جنگو هستش، ای اس پی هستش و خیلی چیزهای دیگه. حالا بین این زبون ها شما باید تخصصی یک کدومو بلد باشید دیگه. آقا وقتی تحت وب دارم کار میکنم، وقتی میبینم تحت وب پی اچ پی خیلی مثلا بیشترین نفوذ پذیری رو، یعنی بیشترین باگ رو داره، میرم پی اچ پی رو توش مهارت پیدا میکنم و بعد از اون لاراول. علاوه بر این که دارید برنامه‌نویسی پی اچ پی انجام میدید، کسب درآمد میکنید، امنیتش هم از اون ور یاد میگیرید. اینا همه میاد خودش، یعنی شما ناچار میشین، میاد که یعنی اینجوری نیست مثل باد بیاد، ناچار میشی امنیت پی اچ پی رو یاد بگیری، چون سایت ساختی باید امنیتش رو تامین بکنی. میری سراغ امنیت پی اچ پی، میبینی تو یه هکر تحت وب هستی، یه هکر امنیت وب اپلیکیشن ها رو داری، مثلا پلاگین نوشتی برای وردپرس یا مثلا دروپال یا چیزهای دیگه، میبینی آقا من به خودت میای میبینی یه هکر وب اپلیکیشن هستی، کارت مثلا نفوذ به وب اپلیکیشن و چیزایی که هستش تحت وبه. یه موقع میبینی نه آقا من به روترهای سیسکو و نمیدونم شبکه و اون چیزا خیلی علاقه دارم. خب باید بری سمت شبکه لینوکس و باز هم پایتون، چون پایتون یه زبان اسکریپتی هستش، کلا پایتون تو هر جایی بگید استفاده میشه. یعنی کلا من هر کی میپرسه میگم پایتون فقط مرده زنده نمیکنه، همه کار با پایتون میکنن. دیگه چی؟ حالا باید حوزه‌تون رو مشخص کنی. آقا یه موقع میبینی گوشی موبایل، اگه آی او اس، خب باید بری امنیت مثلا زبان برنامه‌نویسی آی او اس اول از همه یاد بگیری و کار با لینوکس، یونیکس رو یاد بگیری، یک کوچولو شبکه بلد باشی. کلا هکرها یه آدم یا آچار فرانسه‌ای هستن برای خودشون. نمیشه گفت آقا مثلا فرض کنیم من یه آدم از تعمیرکار کولرم. خب تعمیرکار کولر باید یه کوچولو برق بلد باشه. آقا مثلا این دکمه‌های کولر هست روشن می‌کنی. خب به هر حال اگه این دکمه‌ها خراب شده باشن، یعنی من باید زنگ بزنم برق کار بیاد اینو درست بکنه، یا همونجا خودم دست به آچار میشم. همه کارو باید خودتون بلد باشید دیگه. یا مثلا اگه من تعمیرکار ماشین هستم، یه مثلا مربوط به لاستیک میشد، بگم آقا نه من فقط قسمت کامپیوتری ماشین رو سرم میشه دیگه، لاستیک رو بلد نیستم تعمیر بکنم. یا مثلا مثال شاید درستی نباشه، ولی در هر صورت آقایون و خانمای محترم، رشته ربطی به هک شدن، هکر شدن نداره، زبان برنامه‌نویسی هم ربطی به این مسائلی که دارم میگم نداره. شما باید اول حوزه رو مشخص بکنید. اگه موبایل، برید سمت زبان‌های برنامه‌نویسی موبایل. اگه وب، تحت وب. اگه ویندوزی، تحت ویندوز، لینوکس و خیلی مسائل دیگه. حالا برای هک شدن بعد چند تا زبون بلد باشیم. زبان‌هایی که شما میتونید بلد باش یاد بگیرید، اولیش پایتونه. نه به خاطر اینکه توی سایتم دارم میفروشم، به خاطر اینکه فقط مرده زنده نمی‌کنه. پایتون از پس هر کاری برمیاد. روبی رو میگن آقا یاد بگیریم یا نگیریم. آقا روبی رو اگه میخوای یاد بگیری، بعد بری نگاه کنی ببینی من نیاز دارم به روبی. خب روبی رو باش سایت میسازن. اوکی، سایت های زیادی هم هستش، سایت های خیلی خوبی هم هستش با روبیه. توی فکر کنم ویدیویی که مربوط به روبی هستش من صحبت کردم در این مورد. علاوه بر اون، مثلا بعد ببینی که توی فریم ورک متاسپلویت میخوای دست ببری، میخوای اسکریپت اضافه بکنی، بازم روبی پایتون دقیقاً مثل هم دیگه هستن با یه سری تفاوت ها. ولی این دیگه به شما برمیگره که کدومو یاد بگیرید، کدومو اول یاد بگیرید، کدومو دوم یاد بگیرید، اصلا نیاز من یاد بگیرم یا نیاز نیست. این که مثلا باز میگم زبون، چند تا زبون برمیگره به اینکه تو چه شاخه، کدوم شاخه رو انتخاب کردی. آقا وقتی من تحت وب دارم کار میکنم، خب جاوا اسکریپت هم جزء اوناست، پس من اگه پی اچ پی بلدم و جاوا اسکریپت هم یکم بلد باشم، اگه جاوا اسکریپت بلدم بعد اچ تی ام ال سی اس اس که حالا زبون برنامه‌نویسی به حساب نمیاد، بعد اونارم یه کوچولو بلد باشم که آقا مثلا فرانت اند یه مقداری کار بکنم. پس میبینی حوزه رو مشخص میکنی، میرید اون حوزه و با دنیای اون حوزه اختصاصی آشنا میشید. من چون خودم تازه سربازیمو تموم کردم، در از 1 آذر 99 میخواستم لایو بذارم، زمانی بود که سربازیمو تموم شد، سربازی یعنی در از تسویه کردم،
و بعد از اینکه تصویب کردم می‌خواستم لایو بذارم شبش، ولی خب دیدم تاریخ 9/9/99 ساعت 9:09 چیزی هستش که نباید دستش داد، دیگه به مکولش کردیم. چقدرم خوب شد که یکم نذاشتیم، چون تا تقریبا ظهر خیلی طول کشید، بعد میومدم این ور و کارهای لایو آماده می‌کردیم خیلی طول می‌کشید، همون بهتر که 9:09 شد. به هر صورت برای سربازان آرزوی موفقیت دارم، حالا نمیدونم که اینجا هستن یا نیستن. من تو دوران سربازیم نمیشه گفت سختی کشیدم، چون ببینید بعد مقایسه بکنیم، در مقایسه با کسی که داره لب مرز خدمت میکنه، هرچند من رفیقایی داشتم که لب مرز بودم میگفتم ما خیلی داره بهمون خوش میگذره، با این حال حالا هم خوب داره هم بد داره دیگه، سربازی به این شکلی، یه روزش خوبه یه روزش بده. چیزی داشتم میگفتم که سربازی بریم یا نریم، آها من داشتم میگفتم تو دوران سربازیم پکیج روبی رو درست کردم. چرا؟ به خاطر اینکه خب روزای اول که نه، میشه گفت ماهای اولی که تو سرباز هستی خیلی به سخت میگذره و بیکار هستی، از طرفی دوستی هم نداری، چون تا بیای دوست بشی فلان میشی، به خصوص من که آدم خیلی دیردوشی هستم، شاید بگم یه ماه طول بکشه با یه نفر رفیق بشم. از طرفی هم من یه سری رو میبینم تو تلگرام دارم پیام میدن، این بنده خدا کاملا مشخصه که اینستاگرام ناوقار ندارم، مگر من تو لایو شرکت میکردم متاسفانه. خب توی لایو توی سربازی من پکیج روبی رو درست کردم، سر خدمت که بودیم خب تا دیر وقت کار میکردیم، بعضی وقتا مداومت، بعضی وقتا پست میدادیم، و واقعا مثلا ساعت 7 شب میامدم خونه، میشستم روبی رو میخوندم، کد میزدم، یاد میگرفتم، و مثلا شاید بگم 6 ماه اول خدمتمون کاملا روبی رو که مسلط شدم دیگه، گفتم خب 6 ماه بعدی بریم برای ضبطش، و ضبطش رو شروع کردیم و پکیج رو ساختیم و تحویل دوستان نابغه ها دادیم. ولی میخوام بگم واقعا برای ساخت پکیج روبی سختی کشیدم، یعنی همه من با خیلی از دوستام که اونجا صحبت میکردم ساعت 7 شب میرفتن خونه، خب آقا برنامه چیه؟ من به اونا میگفتم، اونا میگفتن آره دیگه خسته ایم ساعت 7 شب دیگه باید بریم بخوابیم و فردا از 6 صبح بلند شیم بیایم. تازه من تو قسمت انتظاماتش بودم، 5 صبح بعد بیدار میشدیم، مثلا یه در سرای سرتون رو در نیارم. خلاصه میخوام بگم که آقا اگر قبل از این میدیدید که کم کار هستیم، علتش سربازی بوده، ما 7 شب میرسیدیم خونه، بعد بقیه‌اش هم میذاشتیم برای حالا یه مقداری ساپورت مشتری و چیز دیگه، ساخت پکیج، و واقعا خیلی سخت میشد که ویدیوها رو، یعنی برای چی بهش میگن آپارات یوتیوب ویدیو ضبط کرد. دوره ویندوز ده هم دقیقا استارت خدمتم شروع کردم، گفتم خب من توی چی ماه مهارت دارم الان و نیازی به تحقیق ندارم، گفتم خب من ویندوز رو بلدم، شروع کردم به 10 قسمت ویندوز درست کردن، 10 قسمت 20 قسمت درست کردم، گذاشتم اسکیجول که اتوماتیک زمانی که من تو قسمت آموزشی هستم و درم به قول معروف پا میکوبم، شما اینجا داشتید ویدیوهای ویندوز 10 رو مشاهده میکردید. در صورت سرتون درد نمیارم. حالا خیلی ها میگن که آقا سربازی بریم یا نریم، آقا سربازی کاملا اختیاری هستش. من برای کسب و کارم، برای اینکه حالا در آینده انشالله اگر خدا بزرگ باشه و خدا به ما کمک بکنه و شما دوستان عزیز ما رو حمایت بکنید، ما رو دوست داشته باشید، شاید مثلا به فرض مثال شرکتی بخواد ثبت بشه، شاید کاری که الان من یه خبری شنیدم که میگن آقا اونم با یه مبلغ بیشتری سربازی نیاز نیست برید، مثلا میخوای از کشور خارج بشی یه مبلغ بیشتری امیدی خارج میشی، که الان که ما سربازیمون تموم شد این خبر به ما رسید، ولی در هر صورت حالا خدا رو شکر تموم شد. و اینکه حالا شما برید سربازی یعنی کاملا یه نظر شخصی هستش، ولی اینکه با چه مدرکی بریم سربازی، توصیه‌ام به شما اینه که با مدرک لیسانس برید اونجا سربازو، چون میدونید که لیسانس افسر میشه، حالا لیسانس فوق لیسانس دکترا، و اون کسی که فوق دیپلم و دیپلم داشته باشه لباس، حالا توی اونجا اینطوری بود، لباس کبیری تنش میکنه، و اگر حالا لب مرزی باشه یا مثلا جای دیگه بیفته برجک میفرستنش، که هرچند به خاطر اینکه سربازا الان کم هستش لیسانس و فوق لیسانس هم برجک میرن، ولی خب کمتر میرن و بعد این مدت هم پاسبخش و چیزهای دیگه میشن. حالا بگذاریم، ولی من توصیه‌ام به شما اینه که اگه میخواین برید سربازی، سعی کنید با مدرک لیسانس و بالاتر برید، خیلی بهتر هستش، زیاد تفاوتی نداره، ولی باز به جایی که تقدیر خدمت میکنید برمیگرده. اگه به فرض مثال لب مرز بیفتید برجک داشته باشه، شما لیسانس هم داشته باشی بالا برجک، اینو دارم جدی میگم، سرباز کمه و این کارو انجام میدن.
ولی بهتره که حالا با مدرک بالاتر برید، یه مقداری طرز صحبت کردن ها با کسی که لیسانس هستش، با کسی مثلا اونجا ما یه دکتری داشتیم 40 سالش بود اومده بود و کلا 3-4 ماه خدمت داشت، حالا به خاطر پروژه‌ای که گرفته بود 3-4 ماه خدمت داشت، ولی واقعا اونجا می‌دیدم که با چه احترام، مثلا انگار این سرباز، ما هم سربازیم، اونم سربازه، ولی خب به خاطر سنش و مدرکی که داشت احترامش فرق می‌کرد با کسی که سرباز بود یا لیسانس داشت، فوق دیپلم داشت و چیزهای دیگه. آقا می‌خوایم برین سربازی، برین، خوبه، یک کوچولی سختی می‌کشید ولی لذت بخشه، شیرینه، ولی زود تموم میشه. به خدا حالا میگم اون اوایل ما گفتیم بابا کجا زود تموم میشه، پدرمون در اومد، ولی چشم هم گذاشتیم ببینیم که آه تموم شد. حالا واسه کسی که سرباز زیاد جالب نیست این حرف، ولی به هر حال میگذره. خب ما سوالامون، یعنی چیزی که بعد جواب میدادم جواب دادم، امیدوارم که کامل به همش جواب داده باشم و دیگه چیز دیگه نمونه. خب من سوالا برای اینکه حالت مصاحبه‌ای داشته باشه میگم که یه نفر دیگه بپرسه. یه لحظه من اجازه بدید. خب بعد ببینیم که صدا، من یه لحظه الان برمیگردم. خب آقا بریم سر ادامش. خب من یه چایی هم میخورم. این لیوانو من توی دانشگاه هدیه گرفتم برای یه بند خدایی، پروژه برنامه نویسیشو انجام دادم، به عنوان تشکر کردن این لیوانه رو واسم گرفتن. خب آقا بریم برای سوالا. نام و نام خانوادگی، امیر حسین معلمی هستم. البته اینا رو که میدونن که تاریخ تولد، تاریخ تولد، آها در مورد تاریخ تولد من هیچ وقت صحبت نکردم. بنده متولد 6/7/73 هستم، میشه 26 سال بکنم، 27 یا 26. قد 183. وزن خدا رو شکر من وزنم اوائل سربازی، من سعی میکنم سوال رو سریع جواب بدم، فقط اینو یه توضیح بدم، اوائل سربازی وزنم 110 کیلو بود، الان 86-7 کیلو هم. نه به خاطر اینکه بگم سربازی رفتم آب کردم ورزش کردم، به خاطر اینکه میدونستم دیگه قرار ویدیو خواه تصویری باشه، دیگه ورزش شروع کردیم که به قول معروف یه هیکل خوبی داشته باشیم برای ویدیوها. خب رنگ چشم، رنگ چشم فکر کنم قهوه‌ای. غیر از مدیریت سایت نابغه شغل و کار دیگه هم دارین؟ نه فقط همینه. مجرد یا متأهل؟ مجرد. تحصیلات؟ گفتم لیسانس آیتی هستم، فناوری اطلاعات. پروژه از بیرون میگیرید؟ پروژه بیروز نه نمیگیرم، بیروز بیرون. اهل کجایین؟ من اهل تهران هستم. قبلا چی کار کردین که الان اینجایی؟ قبلا چی کار کردم؟ من واقعیتش از حالا بین خودمون باشه، از فروش VPN شروع کردم. البته اون موقع ها به این چشم دیده نمیشد، یه چیزی بود که به هر حال وی پی ان دیگه، حالا چیز خاصی نیستش. ولی توی دبیرستان چند تا سایت داشتیم، چند تا سایت چی بهش میگن، سایت دانلود فیلم و ابزار و مثلا این سافت 98 دیگه بهتون میگم، ما از اون سایت ها داشتیم، تبلیغات میگرفتیم و از این کارا انجام میدادیم. بعد که دیگه دبیرستان تموم شد دیدم کار باید جدی تر بشه، توی بازار رضا کار کردم، یعنی تو قسمت کامپیوترش. بعد از بازار رضا اومدم گفتم بعد آقای خودم باشم و این حرفا، اومدم رفتم سراغ تراکیت پخش کردن. البته تراکیتی که پخش کردم مربوط به کار کسی دیگه نبود، مربوط به کار خودم بود. یعنی تو تراکیت نمیشدم تعمیرات کامپیوتر دیگه، گفتم آقا من که کامپیوتر بلدم، نصب ویندوزم که بلدم، کارهای دیگه هم بلدم، حالا تعمیر هارد و این چیزام بلدم. تراکیت چاپ کردم خودم، برای اینکه خب پول نداشتم به کسی بدم که آقا تراکیتو پخش بکنه، خودم این کارو انجام دادم. و توی اینترنت، توی اون موقع اصلا اینترنتی هم نبودم، خیلی جالبه، تراکت ها رو که پخش کردم، حالا یکی دو نفرم زنگ زدن یه کاری هم اونجا انجام دادیم دیگه. ولی بعد از این که دیگه چیز شد، اومدم سمت آموزش. تو همون، یعنی شاید بگم 3 ماه هم برای این کار تراکت و نصب ویندوز و این حرفا وقت گذاشتم، و بعد از اون دیگه اومدم سراغ ضبط آموزش که
حالا دیگه خودتون در جریان هستین. اولش اسمارتیکس بود، حالا کسایی که قدیمی باشن میدونن، بعد از اسمارتیکس نووینتک رو ثبت کردم، یعنی اول سایت اسمارتیکس بود بعد نووینتک رو ثبت کردم و بعد از نووینتک هم اومدم سر نابغه ها. خب سال بعدی اگر این قدرت رو داشتی از کسایی که بهت بدی کردن انتقام بگیری این کارو می‌کردی؟ من اصلا انتقام نمیگیرم، یعنی طرف هر کاری بکنه انتقام نمیگیرم، آدم دل رحمیم. از کی به کامپیوتر و علمش علاقه‌مند شدید؟ والا اولین باری که کامپیوتر خریدیم دیگه فکر کنم 13 سالگی یا 14 سالگی بود، کامپیوتری من تو خونمون. بعد این کامپیوتر که خراب میشد، مادر من موقع من کامپیوتر نبودم که زنگ میزد پسرخاله من بیاد که این کامپیوتر رو درست بکنه. آقا از اونجا به بعد دیگه من این جرقه تو ذهنم بود، چرا پسرخالم بیاد، چرا خودم درست نکنم. میشستم بغل دستش نگاه میکردم ببینم داره چی کار میکنه و کارایی که کردش رو یاد گرفتم، یعنی فقط با دیدن چیزی که انجام میداد. دو سه بارم خداییش خرابکاری وحشتناکی داشتم، یه هارت سوزوندم، خیلی کار زیاد انجام دادم، ولی هر کار اشتباهی هم که انجام میدادم خدا رو شکر توسط پدر مادر حمایت میشدم. یعنی نمیگفتن ای چرا کامپیوترمو خراب کردی، ای چرا فلان شد، زنگ میزدن میگفتن مثلا پسرخاله من بیاد، بنده خدا اونم میومد و حالا یه 5 6 بار این اتفاق افتاد ولی بعدش دیگه خدا رو شکر اوکی شدم. خب امیر حسین جان درس توی مدرسه چطور بود؟ مدرسه خدایش زیاد درس خون نبودم، حالا بگی نگی متوسط، نه خیلی خرخون نه خیلی بد. خب عاشق شدی؟ عاشقم نشدم. بازار کار وبسایت تا چند سال دیگه دووم میاره؟ اولا که به وب دیولپرش مربوط میشه، ولی بازار کار بهتون گفتم بازار کار همیشه هست. حتی اگر یه روز دیدین بازار کار هم نیست، احساس نیاز رو ایجاد بکنید، بازار کارش تا صدها سال هست، خیالتون راحت. خب اولین زبان برنامه نویسی چی بود؟ به شبکه هم علاقه داری؟ اولین زبان برنامه نویسی من C++ بود، توی دوران فکر کنم اول دبیرستان یا سوم راهنمایی، یه کدوم اینه بود یادم نیست، مسابقات روبوکاپ بودش که قسمت نرم افزاریش دسته، یعنی ما بود تیم ما، بهمون C++ یاد دادن، گفتن خب حالا که C++ یاد گرفتیم بیاین این کارو انجام بدید دیگه، اونجا C++ یاد گرفتیم و اولین زبونش این بود. شبکه هم علاقه دارم، آره علاقه دارم، چرا که نه. خب تفریح آقای معلمی چیه؟ قلیمون، شراب، عرق، گل، کلا؟ نه هیچ کدوم. البته قلیونو تفریح به حساب نمیاد اگه مثلا یه جایی باشیم. از زمانی که کرونا شروع شد و خیلی قبلترش اصلا سمت قلیون نرفتم من، و نه الان شاید بگم شاید نزدیک یک سال یک سال نیمه که سمت قلیون نرفتم. تفریح هم فیلم و سریال و گیم هستش، این سه تا تفریح منه. خب بعد اگه این قدرت رو داشتی از کسایی که بهت بدی کردن انتقام بگیری این کارو می‌کردی؟ اینو یه بار نپرسیدی؟ چرا؟ خب دیگه آره اینو من گفتم انتقام نمیگیرم. آموزش ادیت ویدیو هم میذاریم؟ این که سوال شخصی نیست ولی احتمال خیلی زیاد این رو هم بذاریم، احتمالش هست. چطور حال خودتو خوب میکنی؟ حال خودمو اگه بستگی به نوع حال خیلی مثلا بد داره، مثلا لیول های مختلف داره، اگه خیلی مثلا بد باشه باید فیلم و سریال حتما ببینم و اگه فیلم و سریال نبینم خیلی وضعیت خوبی نیست، ولی بستگی مثلا به لول داره، لول های خیلی پایین تر رو با آهنگ هم میشه رفعش کرد. خب چند تا زبان بلدی؟ منظورم زبان برنامه نویسی نیست. زبان برنامه نویسی نیست، من زبان انگلیسی فقط بلدم که نمیتونم زیاد صحبت بکنم، ولی خوندنش و خدا رو شکر خیلی اوکیه. داستان تشکیل نابغه ها از چه سالی؟ گفتم دیگه 90 و... نه نگفتم 94 نابغه ها رو ثبت کردم. اینکه چرا اسم نابغه رو گذاشتم من مشخص نیستش، شب داشتم میخوابیدم دنبال اسم میگشتم، گفتم خب من یه پکیجی میسازم که هر کسی اینو ببینه نابغه بشه و این اسم نابغه ها اومد تو ذهنم. بعدن هم بدبختی متوجه شدیم که یه پیشرو و نمیدونم یه چند نفر دیگه مثل این که این اسمو گذاشته دادن رو خودشون. بدبختی اینه الانم میزنی پیشرو میزنی نابغه ها تو یوتیوب، هنوزم که هنوز اون آهنگای بنده خدا میادش. خب دیگه بزرگترین هدف زندگیتون چیه؟ بزرگترین هدفم اینه که یه سمیناری داشته باشیم، 1000 نفر بیان شرکت بکنن، حالا در مورد مسائل مختلف صحبت بکنیم. بعدی توی مدتی که برنامه نویسی کردین تا حالا ناامید شدین؟ چجوری به خودتون انرژی دادین؟
100%. ناامیدی مال برنامه نویسه و اصلا یکی از لذتاییه که ناامید میشی میری، یعنی حتی میذاری کنار، ناامید میشی، یعنی علنا داری برنامه نویسی میکنی، کد نویسی میکنی و ناامیدی که آقا چرا من مشکل رو نمیتونم حل بکنم، و بعدم کلا میذاریش کنار، میری یه چرخی میزنی، حالا میری یه بستنی میخوری، یه فیلمی میبینی، یه سریالی میبینی، یه بازی میکنی، یه ذره سر خودتو گرم میکنی، بعد دوباره میای بهش فکر میکنی، میبینی آره مثلا داره الان یه چیزای جدیدی تو ذهنم میاد که میتونم مشکلمو حل بکنم. ناامیدی مال برنامه‌نویسه، مال ماهاست که تو دنیای کامپیوتریم و باید ما قوی تر از ناامیدی باشیم و بهش غلبه بکنیم و نذاریم که اون به ما غلبه بکنه و از پسش برمیه. خب چرا از ایران با این همه دانش بیرون نمیریم و اگه بخواین یه روز برین خارج از کشور، کدوم کشور انتخاب میکنید؟ به نظرتون کدوم کشور قول صنعت برنامه‌نویسی و هکری هست؟ دانش کجا بود بابا؟ ما اصلا، ما که میگم این خودمون دارم میگم، شاید شما خیلی اوکی باشید، ولی من اعتقاد دارم که هیچی نمیدونم، صفر صفر. یه فیلمی بود، نمیدونم سریال دارک بود، نمیدونم یه چیزی هم، حالا شاید توی اکسپلور و اینستاگرام دیده باشم، نوشته بود چیزایی که میدونیم یه قطره است، چیزایی که نمیدونیم یه اقیانوسه، و واقعا هم همینه، هیچی نمیدونیم ما. نمیدونم که باز خودم دارم میگم، هیچی نمیدونم، هیچی بلد نیستم، هنوزم که هنوزه دارم یاد میگیرم. و دیگه چی بود سوال؟ اگه بخوام برم خارج؟ آها خارج نه، من اگه بخوام برم خارج کدوم کشور میرم؟ کدوم کشور میری؟ من که اصلا چرا نمیری؟ آها چرا نمیرم؟ خب فعلا دلیلی برای رفتن نداریم. شاید هم اصلا رامون ندن. این که مشخص نیست. کدوم کشور قول صنعت برنامه‌نویسی و هکری هست؟ نمیدونم والا، چون اصلا پیگیرش نشدم ببینم چه کشوری هستیم چه کشوری نیست فلان بیسار، ولی تا جایی که من شنیدم آلمان به نظر میاد کشور خوبی باشه، نمیدونم استرالیا هم فکر کنم شنیدم تو حوزه برنامه‌نویسی و این چیزا خیلی چیزه اوکیه، ولی من شنیدم اینا رو، فقط تحقیقم نکردم در موردش. خب رشتهتون ریاضی بوده؟ آره 100%. از زندگی توی ایران راضی هستین؟ راضی که والا چی بگیم، راضی نیستیم. البته چی بگم، خب به هر حال من یه آدم کامپیوتری هستم، من دلم میخواد الان برای دوره فلاترم یه مکبوک داشته باشم، ولی خب 100 میلیون تومن، یه ارزون ترینش بگیم 40 میلیون تومن. من همین امروز زور زنگ زدم دیجیکالا اقساطشو بپرسم ببینم به چه شکلی اقساط دیجیکالا من میتونم استفاده بکنم. میگه من 20 تومن بهت میدم، 20 تومن مثلا 40 میلیون لپتاپ، 20 تومن اولیه‌شو خودت بذاری، 20 تومنش هم ما بهت وام میدیم. خب من چی بگم، واقعا سخته، به خدا سخته، به امید اینکه درست بشه. خب مشخصات سیستمتون رو که باش برنامه‌نویسی کنی این سیستمی که من دارم مال 5 سال پیشه، شاید بگم مال زمانی که نمیدونم، شاید هم دارم یه چیزی علکی میگم ولی دقیقا خاطرم نیست، i7 6600K گرافیک 4 گیگ انویدیا 970 16 گیگ رم 240 گیگ هم SSD. خب بعدی آموزش حضوری ندارید؟ آموزش حضوری خیلی تو فکرش هستم، ولی بعد از کرونا، البته مشخصم نیست، این فقط در حد حدس و در حد فرضیه است فقط، ولی تو فکرش هستم، ولی بعد از کرونا انشالله مشکلات کلن رفع بشه بیشتر بهش فکر میکنم. خب استاد به نظرم شما خیلی مهارت در برنامه نویسی بالاست، همیشه برام سواله چرا تدریس رو به انجام پروژه ترجیح میدین؟ من عاشق درس دادنم، حتی تو فکرم هستش که به جز مثلا دنیای کامپیوتر درسایی مثل ریاضی و فیزیک، البته تو دبیرستان به پایین، دبیرستان راهنمایی، حتی شاید اینا رو هم تدریس بکنم، تو فکرم هست، ولی نه خیلی درس دادن رو دوست دارم. و چیزی هستش که شاید به خاطر اینکه شماها کامنت گذاشتید اینستاگرام دایرکت فلان 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 که آخ خیلی خوب درس میدی، شاید این اعتماد به نفس تو من ایجاد شده که درس دادن خیلی بهتر هستش. شاید اگه روزای اول میگفتین آقا این چه وضع درس دادنه، من هیچ وقت درسی که نمیدادم و میرفتم سراغ پروژه، ولی به خاطر اینکه حالا حمایت شدم از سمت شما عزیزان، فعلا سمت آموزش هستم و فکر میکنم موفقم، امیدوارم که اینطوری باشه. خب اگر هیچ خط قرمزی نداشتی چی تو زندگی تجربه میکردی قبل از مرگ؟ والا من خط قرمز خاصی تو زندگیم ندارم، یعنی یه جوری هم که آدم بیمحدودیتی هم نیستم، ولی حد و حدود خودمو میدونم که باید چیکار بکنم چیکار نکنم، چه کاری بده چه کاری خوبه، و
ولی خط قرمز آنچنانی هم تو زندگیم ندارم. بعدی؟ اندروید یا iOS؟ 100% iOS، ولی با این وضعیتی که الان هستش خب اندروید ترجیح من هستش. خب؟ آهنگ رپ گوش میدین؟ کدوم خواننده رو میپسندین؟ سبک موسیقی خودتون رو بگید. من اصولا سبک خاصی ندارم. هر آهنگی که به دلم بشینه و عشق بکنم گوش میدم. یعنی اصلا مهم نیستش طرف متالیکاس، نمیدونم لینکین پارک، شجریان، خدا رحمتش کنه، علیرضا افتخاری، نمیدونم لهراسبی، حامد همایون، و به قول من بک گراند طرفم نگاه نمیکنم که الان مثلا یه سری حواشی پشت سر امیر تتلو هستش، آهنگی که توش فوش نداده باشه رو و به دلم بشینه و خوشم بیاد گوش میدم. فوش داده باشه خب درست داره به من بی احترامی میشه، من همچین حسی دارم. ولی آهنگی که حالا توش فوش نداده، آهنگ خوبی هستش، اوکیه، به دل میشینه، گوش میدم. هر آهنگی که عشق بکنم باهاش. واقعا سبک، یعنی شاید دیدی من الان دارم متالیکا گوش میدم، بعدش نمیدونم دارم لینکین پارک گوش میدم، بعدش نمیدونم تیلور سویف گوش میدم، بعدش سلینا گومز گوش میدم. و همین. ولی از نظر شخصیتی بخوام بگم، حالا لایوم یک ساعت شد، خیلی شد. از نظر شخصیتی بخوام بگم توی خواننده ها تیلور سویفت رو خیلی دوست دارم. حالا نمیگم به خاطر اینکه دختره و خوشگله و فلان بیسار، به خاطر اینکه اندازه موهای سر من افتخار کسب کرده و واقعا لذت میبرم میبینم یه نفر توی سن 30 سالگی اینقدر افتخار تونسته کسب بکنه. حالا نه فقط تیلور سویفت ها، اینو ما داریم میبینیم. خب کسای دیگه هستن مثل همین مؤسس فیسبوک و خیلی کسای دیگه تو سن 30 سالگی یا خیلی پایین‌تر افتخارات خیلی زیادی نصیبشون شده، ولی حالا تو خواننده ها این شخص خیلی بیشتر برای من عزیز هستش. خب سه تا ویژگی خوب، سه تا ویژگی بد. اینی که من خودم نمیتونم بگم دیگه، اینو باید بسپریم به کسایی که با من در ارتباط هستن ببینیم اونا چی میگن. خب تا حالا آشپزی کردین؟ آشپزی و بچه‌ها میگن نیمروی من خیلی خوب هستش. خب اتاقتون مرتبه یا به هم ریخته؟ آره من وسواس فکری دارم، علاوه بر اتاقم کامپیوترم از همه مرتب تره، یعنی ترتیب چینش فایل هام اصلا یه وضعی، خیلی وسواس فکری عجیبی دارم. خب فوتبالی هستین؟ فوتبالی ببینم یه جا نگاه میکنم، ولی اینکه خودم برم فوتبال بازی کنم نه، شاید بگم 10 سال مثلا پام به توپ نخورده، فوتبالی نیستم، پیگیر فوتبال هم نیستم. خب به مک فکر میکنی؟ آره تو این وضعیت کرونا زیاد بهش فکر کردم. خب والپیپرهای سیستمتون از کجا میارین؟ والپیپر سیستم از گوگل میارم، میرم توی گوگل میزنم والپیپر 4K، هر سایتی اومد دانلود میکنم، خوشم اومد دانلود میکنم، استفاده میکنم، سایت خاصی نداره. بعدی از چه سرویس اینترنتی استفاده میکنی؟ الان در حال حاضر آسیاتک هستم. اگه شرکتی زیتل خوشقولی میکرد و 3999 میام از شرکت برام نصب میکرد، میتونستم الان به جای استفاده از نت ایرانسل برای لایو از اون شرکت زیتل استفاده کنم، ولی در حال حاضر آسیاتک هستم. تاثیرگذارترین فیلمی که دیدین و باعث شده کاری انجام بدین؟ تاثیرگذارترین فیلمی که دیدم سورت فیش یکی از بهترین و تاثیرگذارترین فیلمایی بود که دیدم. چرا؟ به خاطر اینکه، نه به خاطر اینکه حالا فیلمش هکری و فلان و بیسار، این فیلمو شاید بگم 15 سال پیش دیدم. یه جمله جان تراولتا توی فیلم به بازیگر هیو جکمن میگه، حالا اینو خودتون برید پیگیریش بشید، میگه که آدما اون چیزی که عقل اون چیزی رو که میبینه باور میکنه، و این جملهش خیلی رو من تاثیر گذاشت و باعث شد من یه سری کارها انجام بدم که اون کارها منو مثلا یه شخصیت منو شکل داد. بعد یه فیلم دیگه بود کهش برنت، برادلی کوپر توش بازی کرده، بعد فیلم نام نویسش هم بقول آدم معروفی هستش، استیون نایت، که سریال پیکی بلایندر رو درست کرده، سریال تابو رو درست کرده، سریال تابو و سریال سی رو هم درست کرده، که البته من سریال سی رو هنوز ندیدم. فیلمایی هم که درست کرده الایت هستش، یه فیلم دیگه بود الاید، توش چیز بازی کرده، براد پیت بازی کرده، سرنیتی رو درست کرده، مکیو مکانی هم چیزی بود اون توش بازی کرده، و خیلی خیلی استیون نایت نویسنده خیلی خوبی هستش، و میگم پیکی بلندر اون نوشته، اگه از پیکی بلندر لذت بردید 100% از اسمش چی بود؟
از برنت هم لذت میبرید. فوق‌العاده فیلم عالی هستش. یه سری فیلم دیگه هم بودش، ویپلش، که جی کی سیمونز توش بازی کرده و اون میلر بود چی بود اسمش. اینا سریال فیلمایی هستن که واقعا خیلی لذت بخشن. هر موقع احساس بدی داشته باشم، هر موقع حالم بد باشه، 100% یک کدوم از این فیلم‌ها رو می‌بینم. البته به جز سورت فیش که گفتم این دیگه حالا خیلی گذشته، خیلی قدیمی. خب به نظرت آخر زندگی یه برنامه نویس چی میشه؟ بستگی به برنامه نویسش داره. اگه برنامه نویس خیلی خوبی باشه، آخرش ثروت و شادی و تفریح و اینجور مسائل. بستگی کاملا به برنامه نویسش داره. خب صداتون به نحوی القا میکنه که خیلی آرومین و مسلط به اوضاع زندگی. میشه بگین چطوری دیسترکشن ها رو هندل میکنین؟ دیسترکشن ها رو هندل میکنم؟ آقا من یه آدمی هم که سینگل تسکه، من مولتی تسک نیستم. وقتی که میام سر ضبط ویندوز، آموزش ویندوز 10، تمام زندگی من میشه آموزش ویندوز 10. یعنی اگه یه نفر بگه لینوکس، میگم لینوکس چیه؟ مثلا نمیدونم لینوکس چیه. اگه یه نفر بگه برنامه‌نویسی پایتون، میگم مثلا پایتون تو عمرم نشنیدم. و شاید یکی از دلایلش این باشه. یعنی اصلا دقت نمی‌کنم که آقا پایتون چیه، لینوکس چیه، روبی چیه. من وقتی دارم ویندوز به شما آموزش میدم، تمام زندگیم میشه ویندوز. وقتی دارم پایتون آموزش میدم، دیگه نه ویندوز میدونم چیه، نه لینوکس میدونم چیه، فقط پایتون، فقط پایتون. سراغ هیچ زبان دیگه نمیرم. وقتی اصلا بررسی هم نمیکنم ببینم چی به چیه. شاید مثلا یه جا نوشته باشه مقایسه بین پایتون و روبی، اصلا سمتش نمیرم. چیکار دارم؟ مثلا روبی نمیشناسم. تمام زنز اینی بازیگری که میگن آقا بعد فلان نقشو بازی بکنی، منم تقریبا به همین شکل هستم. هندل نمیکنم بقیه کارها رو. وقتی میگم پایتون، فقط پایتون. برای همینم هستش که وقتی مثلا ویندوز دارم ضبط میکنم، مثلا امروز نمیام ویندوز ضبط کنم، فردا برم پایتون نصب کنم، پایتون آموزش بدم. ویندوز رو کامل تموم میکنم، میگم خب آخیش تموم شدش، حالا برم سراغ پایتون. پایتون رو تموم میکنم، میگم آخه حالا پای گیم تموم شد، پایتون تموم شد، برم سراغ یه پکیج دیگه. و شاید این خوب باشه، شاید بد باشه، نمیدونم. در هر صورت من اینطوری کار میکنم. خب لینوکس مورد علاقتون چیه؟ من توی استوریا گفتم منجارو نسخه گنومش خیلی خوب بود، ولی هنوزم میگم عالیه، واقعا فوق العاده است منجارو. ولی دیگه ته دلم علاقه 100% اوبونتو، دبیان و بعد منجارو. ولی منجارو فوق العاده بود، یعنی تجربه فوق العاده ای بودش. خب اگر بخوایم به کسایی که تازه وارد دنیای کامپیوتر شدن یه نصیحت بکنین، اون چیه؟ من نصیحت بخوام بکنم، مال نصیحت کردن نیستم، یعنی هنوز سنم و تجربه‌ام قد نمیده که بخوام بهتون نصیحتی بکنم. ولی اگه خودم برگردم به گذشته، گفته بود برگردی به گذشته؟ آره؟ گفته بود برگردی به گذشته؟ نه اگه بخوایم به کسایی که تازه وارد دنیای کامپیوتر شدن نصیحت بکنین، آره. ولی اگه خودم برگردم به گذشته، روی شاخه تمرکز 100% رو بذارم. گفتم من روی سینگل تسک هستم، علتش اینه. ولی اگه برگردم به گذشته، یعنی از تو همون دوران راهنمایی و دبیرستان که به من C++ رو یاد دادن، تا آخر عمرم C++ رو یاد میگیرم که توش خدا بشم. خیلی خوبه، نمیدونید چه قدرتی دارید وقتی بگید من خدای C++ هستم، من خدای PHP هم. خیلی قدرتمندیه. یعنی حتما توصیه میکنم آقا اگر روی یه چیزی دارید تمرکز میذارید، تمرکز میکنید، 0% دیگه تا آخر عمرتون سراغ اون باشید، برید. ولی در کنارش نه که مثلا دیگه بگیم آقا دیگه چیزهای دیگر رو تست نکنید، تست بکنید، ولی توی یه چیزی خدا باشید. آقا من استاد لینوکسم، آقا من استاد شبکه‌های کامپیوتریم. مثلا یه آدمی که داره PHP کار میکنه، باید یه کوچولو هم برای اینکه مثلا اگه بخواد تو حوزه فول استک فعالیت بکنه، باید فرانت اند بلد باشه، بک اند هم بلد باشه. خب نیازی که یه کوچولو HTML CSS جاوا اسکریپت بلد باشه، PHP مال بک انده. ولی به خاطر اینکه میخواد فول استک باشه، باید جاوا اسکریپت و CSS و HTML رو هم بلد باشه. با این حال تو یه چیزی مهارتش 100%ه که من توصیه میکنم به یه چیزی 100% بچسبید. این نصیحت من هستش. خب عمل چشمی که رفته بودی چه عملی بود؟ PRK بود، برای اینکه عینکمو بردارم، دیگه الان عینک ندارم. خب تا حالا به واسطه کامپیوتر و هک مخ چند تا دختر زدی؟ هیچی. این واقعا جواب برعکس داره. اگه کسی هک یاد میگیره یا مثلا تو هک هستش که بگه خب آقا من الان امروز 7 تا رو هک کردم،
وای دخترها الان قش بکنن واسهتون، همچین چیزی جواب عکس داره. شاید یه نفر بهتون نزدیک بشه، ولی 100% برای استفاده کردن از شما هستش و میخوان از شما استفاده بکنن و به اون هدفی که دارن برسن. هیچکس حاضر نیست، یعنی جایی نگید اگر یه وقت اتفاقی هم افتاد و هکی رو هم انجام دادید، هیچ وقت هیچ جا نگید. خیلی اینطوری بهتره، زندگی راحت و آسونی دارید. خب و سوال آخر، تا به حال خشکی چشم شدید گرفتید؟ خشکی چشم براتون نگم، اینا ها قطره مصنوعی، اشک مصنوعی هستش که هر دکتر گفته هر 6 ساعت بریز، ولی من به خاطر کار زیاد با کامپیوتر پدر چشم در اومده و هر 2 ساعت یا هر نیم ساعت میریزم. یعنی واقعا حتی من زمانی که عینک میزدم این اتفاق میگن همچین چیزی نبود، ولی دیگه وقتی عمل کردم دیگه ناچارن مجبوریم، دیگه کار داریم و باید کار بکنیم و این قطره رو میریزم. متاسفانه خیلی هم زیاد میریزم، حالا متاسفانه خوشبختانه. تموم شد سوالا؟ بله بله تموم شد، آخرین خب. سوال بود. مرسی، ممنونم. خب آقا دیگه صحبت دیگه نمونه به اندازه کافی زیاد شدش. یه چیزی فقط بهتون بگم، توی استوریای اینستاگرام بهتون گفتم که سریال به هم معرفی کنید. سریال دارک رو معرفی کردید، از بین سریال هایی که معرفی کرده بودید این دوتا سریال رو ندیده بودم، پیکی بلایندر و دارک. هر جفتش رو دیدم، فوق‌العاده بود. دارک نه، دارک خیلی پیچیده بود، از سریال ترکی هم بدتر بود، ولی خب یه به هر حال سبک جدیدی بود، اومده بودن ادای یه سریال دیگر رو در بیارن ولی گند زده بودن. در حال این نظر شخصی من هستش، ولی پیکی بلایندر فوق‌العاده بود و علت فوق‌العاده بودنش هم 100% به خاطر نویسنده‌شه که استیون نایت انجام داده بود. منم دو تا سریال به تو معرفی میکنم و دیگه خدافظی میکنم. 1 ساعت و 7 دقیقه صحبت کردیم، سریال فرینج و سریال لاست. البته ممکنه خب اینو توی سریال ها من دیدم فرینج اسمش نبرده، یعنی نبردید، کسی نگفته بود سریال فرینج رو ببین، ولی سریال فرینج بغلاده است. جی جی آبرامز نویسنده همین لاست، نمیدونم وست‌وورد هم فکر کنم کسی نبود اسمش نبوده بود، ولی وست‌وورد هم دیدم خیلی خوبه. جی جی آبرامز چیا رو درست کرده بود اگه گفتین؟ لاست و فرینج و وست‌وورد و خیلی سریال های دیگر رو درست کرده، نویسندهش بوده، ولی اصولا هر فیلمی که این جی جی آبرامز و استیون نایت نویسندهش هستن واقعا فیلم ها و سریال های فوق العاده ای میشن. فرینج رو من بهتون توصیه میکنم ببینید، لاست هم اگه ندیدید ببینید، فرار زندان که دیگه اصلا تعریف نداره، فوق العاده است و دیگه همین. آقا امیدوارم که لذت برده باشید، ویدیوها رو پیگیرش باشید، توی یوتیوب حتما سابسکرایب بکنید، نوتیفیکیشن بل رو فعال بکنید. چرا؟ چون هر موقع ویدیو بذارم شما مطلع میشید. البته روی گوشیتون اگه اپلیکیشن یوتیوب هم نصب بکنید و ساین این بکنید و به قول معروف کاراشو انجام بدید، روی گوشیتون هم نوتیفیکیشن بل رو روی گوشیتون هم نوتیفیکیشن ویدیوی ما رو میبینید. توی اینستاگرام هم اگر بیاین قسمتی که حالا الان نمیتونم نشونتون بدم، اگه تو اون قسمت بیاین و نوتیفیکیشن اینستاگرام رو فعال بکنید، هر استوری و پستی که بذاریم ازش باخبر میشید. هر جا هستید موفق باشید، خدا نگهدار.